اخبار، بایدن تعرفه های ترامپ بر چین را فعلا حفظ خواهد کرد. دعوا بر سر بسته محرک مالی ایالات متحده. رشد جهانی سهام سرد می شود اما رشد فلزات ادامه دارد. انگلستان استفاده از واکسن کرونا را تایید کرد. رشد چشمگیر مس و آلومینیوم و سقوط پوند. و در بازار ارز رمزها یک نواختی معاملاتی حاکم است. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرسیرز. امروز چهارشنبه دوم دسامبر 2020 برابر با 12 آذر ماه 1399 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: بایدن تعرفه های ترامپ بر چین را فعلا حفظ خواهد کرد. رئیس جمهور منتخب جو بایدن گفت که وقتی قدرت را در ژانویه تحویل بگیرد، بلافاصله تعرفه های واردات چین را حذف نخواهد کرد. این نشان می‌دهد که روابط تجاری بین دو اقتصاد بزرگ جهان حتی پس از خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید نیز ممکن است پرتنش بماند. من هیچ اقدام فوری انجام نخواهم داد و همین امر در مورد تعرفه ها اعمال می شود. من قصد ندارم گزینه های خود را پیش داوری کنم. اینها جملات بایدن در مصاحبه ای با نیویورک تایمز است. در جای دیگر از مصاحبه بایدن تمایل خود را برای پیوستن مجدد به توافقنامه برجام با حمایت سازمان ملل متحد در برابر ایران تکرار کرد و گفت در صورتی که ایران تمام بندهای برجام را رعایت کند به این توافق باز خواهد گشت. دعوا بر سر بسته محرک مالی ایالات متحده. ضعف دلار تا حدی ناشی از انتظارات برای تسهیل بیشتر سیاست‌های پولی و یک سیاست مالی گسترده است، در حالی که سازمان بهداشت ایالات متحده به طور فزاینده‌ای برای مقابله با افزایش موارد کرونا تلاش می‌کند. جانت یلن درباره ویرانی هشدار داد. گروهی متشکل از سناتورهای دو حزب امریکا پیشنهاد بسته‌ای به ارزش 908 میلیارد دلار را ارائه دادند. مشخص نیست که آیا دونالد ترامپ و دیگر سیاستمداران با این بسته موافقت می‌کنند یا خیر. در پس‌زمینه گفتگوها درباره بسته محرک‌های مالی برای اولین بار از زمان انتخابات در روز سه‌شنبه از سر گرفته شد، اما به سرعت با مخالفت رهبر سنا میچ مک‌کانل مواجه شد. منوچین وزیر خزانه داری و پاول امروز به شهادت خود در کنگره ادامه می‌دهند، اما بعید است که چیزهای زیادی به اظهارات روز سه‌شنبه اضافه کنند. شاخص مدیران خرید تولیدی ISM امریکا با 57.5 واحد بدتر از انتظارات بود و مؤلفه اشتغال در این شاخص به زیر 50 رسید که نشان دهنده انقباض در بازار کار است. گزارش اشتغال ADP امروز منتشر شد و در ارزیابی ماه نوامبر که انتظارات کلی بازار برای آن عدد 410 هزار نفر بود که به 307 هزار کاهش یافت. رشد جهانی سهام سرد می شود اما مهمانی فلزات ادامه دارد. انگلستان به عنوان اولین کشور غربی واکسن کرونا را تایید کرد و چراغ سبز را به فایزر داد که می توانند از اوایل هفته آینده تولید واکسن را شروع کنند. پس از شروع جنجالی تا دسامبر که اخبار دلگرم کننده تری در مورد واکسن منتشر شد، رشد در بازارهای جهانی سهام متوقف شد. حتی اخباری مبنی بر تایید انگلیس در استفاده اضطراری از واکسن فایزر و بیوتک برای ادامه حرکت کافی نبود و شاخص استاکس 600 امروز 0.3% سقوط کرد. در همین حال شاخص یوکی سر 1% رشد کرد، اما داکس آلمان 0.6% کاهش داشت و سی ای سی 40 فرانسه نیز 0.3% کاهش داشت.
به موازات بازارهای اروپا، بازارهای امریکا هم قرمز هستند و شاخص داو جونز و S&P 500 با کاهش 0.1% روبرو شدند و نزدک 0.3% در ساعات اولیه معاملات از دست داد. در بازار آسیا شاخص شانگهای و هنگ کنگ با رنگ قرمز افت ناچیز 0.1% را نشان می دهند و نیکی 225 ژاپن با رشد 14 واحدی اندکی مثبت است. برخلاف جهت ریزش دلار و ضعف چند ماه این ارز، فلزات اساسی و صنعتی در مسیر رشد هستند. مس در این هفته به بالاترین سطح 7 ساله دست یافت و معاملات آلومینیوم در معاملات شب گذشته به بالاترین حد در بیش از 2 سال گذشته رسیده است. در همین حال شاخص دلار به پایین ترین سطح 30 ماهه صعود کرد. افزایش ذخایر نفت ایالات متحده، قیمت نفت خام در میان تردیدها در مورد سیاست تولید اوپک و تحت فشار سومین افزایش هفتگی متوالی ذخایر نفت خام ایالات متحده عقب نشینی کرد. اطلاعات مؤسسه نفتی امریکا نشان داد که ذخایر نفت خام هفته گذشته بیش از 4 میلیون بشکه افزایش داشته است، در حالی که الگوی مصرف هفتگی به دلیل تحریفات مربوط به تعطیلات شوک‌گذاری به سختی قابل بررسی است. اما به نظر می‌رسد این ارقام این ایده را تضعیف می‌کنند که تقاضای ایالات متحده با تشدید محدودیت‌های تجارت و اجتماعات در سراسر ایالات متحده رو به ضعف باشد. اطلاعات ذخایر نفتی نیز منتشر شد که نشان از کاهش 670 هزار بشکه‌ای داشت، در حالی که بازارها انتظار کاهش 2.300.000 بشکه‌ای داشتند. این در حالی است که اوپک اکنون در نیمه راه روز سوم مذاکرات در مورد افزایش یا عدم افزایش تولید در ژانویه است. قیمت نفت خام بعد از کاهش ابتدایی روز دوباره 1% رشد کرد و به نزدیک 45 دلار رسید. نفت برنت میز با 0.9% رشد به 47 دلار و 80 سنت رسید. شاخص طلا که در چند روز گذشته از حمایت 1800 دلاری عبور کرد و در شیب نزولی معامله میشد، امروز جانی دوباره گرفت و هر اونس طلا به قیمت 1830 دلار رسید. در دیگر جاها شاخص دلار 0.1% کاهش داشت و پایین ترین سطح 30 ماهه را تجربه کرد. فرانک 0.4% رشد کرد و بهترین عمل کرد را داشت و پوند با 0.8% کاهش ضعیفترین نمایش روز را داشت. در بازار ارز رمزها یک نواختی هیجان حاکم شده است. امروز در بازار ارزهای رمز نگاری شده هیجانات سرمایه گذاران به صورت یک نواختی در حال نوسان است. رشد و کاهش چشمگیری به چشم ناظران بازار نمی خورد و اخباری حاوی خبرهای خاص نیز درز نکرده است. با نزدیک شدن به فصل سرما سردی این بازار هم احساس می شود و عمدتاً رنگ قرمز به چشم می خورد. بیت کوین در حال حاضر در قیمت 18900 دلار معامله می شود. اتریوم با افت 4% به زیر 590 دلار رسید و لایت کوین 5.5% کاهش داشت. ریبل که در هفته اخیر رشد چشمگیری داشت، امروز با افت 5% در قیمت 61 سنت قرار گرفته است. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskiznews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.